اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. مسلمون یکی خون انسان‌ها رو حلال کرده، رابطه نامشروع سرش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلامو کلا درست دین برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده. در ماهای اخیر یه عده اومدن به عنوان بیانیه برای آیت الله خامنه ای نامه ای نوشتن که از ایشون با دلیل درخواست کرده بودن که استعفا بده و این استعفا شروعی باشه برای تغییر اساسی یا بنیادین نظام ولایت فقیه. بدون استثنا تمام این افراد به عنوان توهین به رهبری دستگیر شدن. هیچ کدوم باقی نموندن مگر اینکه دستگیر شدن به عنوان توهین به رهبری. یه مقدار اگر دقیق تر به این قضیه نگاه کنیم متوجه میشیم که این توهین به رهبری حتی با بیان سن رهبر هم اتفاق میفته. یعنی عده‌ای که اعتراض بکنن نسبت به اینکه آقا ما جمعیت کشورمون میانگین جمعیت کشورمون 30 و خورده ای سال هست، میانگین سنی جمعیت کشورمون 30 و خورده ای سال هست، چرا ما باید شخصی رهبریت ما رو به عهده بگیره که بالای 80 سال سنش هست؟ با توجه به اینکه کهولت سن بعد از 80 سالگی باعث میشه که بخش زیادی از روند مغز، توانایی مغز در یادگیری، در حافظه و در آنالیز کردن موارد طبق اون بیانیه سازمان بهداشت جهانی و گزارش‌هاش از دست بره. چرا یک نفر که داره به زوال عقل نزدیک میشه باید رهبر ما باشه؟ این میشه توهین به رهبری. توهین کردن، شما توهین کردی به رهبری که سن رهبر رو زیر سوال بردی، توهین کردی به رهبری که درخواست کردی استعفا بده. این رو به مقایسه میخوایم بکنیم این مسئله رو در برنامه امروز با توهین‌هایی که به یاران رسول الله علیه السلام و همسران پیامبر اسلام علیه السلام میشه و برخوردهایی که با اون افراد اتفاق میفته. ببین کسی تا الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم به خاطر توهین به یاران رسول الله علیه السلام از رکیکترین فحاشی ها گرفته تا تمسخر، تا حالا شده یک روز در زندان بگذرونه، بازداشت بشه. کاکستان منم سلام دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی. خوش اومدید به برنامه خودتون کافه نور. فکر کنم همه شما در چند روز گذشته جریان و جنجال شان مصلح رو شنیدید و دیدید و به حال اگر اونایی هم که فوتبالی هستن بازی افتضاحش هم در مقابل استقلال فکر کنم دیده باشید. به حال ایشون اومدن در جواب یک توییتی، یک کامنتی رو نوشتن، توهین کرده بودن به خلیفه دوم مسلمون ها و بعد وقتیشون رو به هر حال احضار میکنن میگه نه من اصلا توییتر ندارم و خیلی راحت بخشیده میشه. حالا ایشون اولین بارشون نبوده که توهین کردن و توهین میکنن به بزرگان اهل سنت، به اعتقادات اهل سنت، اما در مقابل خیلی راحت آزادش میکنن، هیچ مشکلی هم دولت باهاش نداره و اگر از اون طرف یک نفر بیاد نسبت به یکی از سران نظام ولایت فقیه انتقاد بکنه که کمترینش این بوده دیگه، گفتن آقا استعفا بده، استعفا بده و طرف رو گرفتن 10 سال 12 سال بهش حکم زندان دادن. تفاوت چیه که یک نفر میاد میگه خامنه‌ای تو بیا استعفا بده، میگیرنش حکم بهش میدن بالای 10 سال، اما یک نفر میاد به عقاید اهل سنت، به بزرگان اهل سنت توهین میکنه هیچ اتفاقی نمیفته. آیا نظام خودش از این قضیه، از قضیه توهین به اعتقادات اهل سنت حمایت میکنه؟ امشب با این برنامه و این موضوع همراه ما باشید انشالله و از طریق شماره واتساپ هم پیام‌های شما رو می‌خونیم، هم میتونید با شماره واتساپ تماس بگیرید و هم مستقیم تماس هم بگیرید با خود همین شماره‌ای که زیر نویس میشه. یک پست بذارید تو شبکه اجتماعی، لطفاً کامنت بذارید زیر اونها، تو برنامه انشالله خونده میشه. کاکس هم بفرمایید.
دوستای عزیز و گرامی از کافه نور با شما هستیم. به نظر شما چرا شایان مصلح توهین میکنه به خلیفه دوم مسلمونا، خیلی راحت بخشیده میشه و آزاد میشه، اما افرادی که میان میگن خامنه‌ای باید استعفا بده 10-15 سال حکم میگیرن، تفاوت در چیه؟ زیر همین پست نظر خودتون رو بنویسید. در این 40 سال تا الان دیدید یک نفر به یاران پیامبر اسلام، به همسران رسول الله علیه السلام توهین کنه و یک روز زندانی بگیره، یعنی یک حکم بگیره به خاطر این توهینش، و بعدش هر هفته بین روایت بعثت رسول الله علیه السلام یا ولادتشون بین شیعه و سنی هفته میذارن به اسم هفته وحدت؟ کسی که توهین میکنه به صحابه پیامبر، به اهل سنت، حکمش در این کشور چیه؟ کامنت بذارید لطفا، کامنت تو برنامه خونده میشه. شایان مصلح شخصیتیه، به حال خیلی ها مطمئنن اعتراض میکنن، میگن چرا اسمشو میارید یا چرا میگید مصلح، باید بگید مفسد فلان. به هر حال اسمش اینه دیگه، نمیشه کاریش کرد. اما خب همین طرف شایان مصلح قبلا هم در مداهیهاش بارها و بارها توهین کرده بود به عقاید اهل سنت، توهین‌های خیلی رکیک، نه اینکه حتی مثلا در به قول معروف کنایه و گوشه و کنایه این چیزا رو بگی، نه، مستقیم توهین کرده بود به عقاید اهل سنت. اما هیچگاه هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ مرجع دینی نسبت به این قضیه اعتراض نکرد، هیچ نمیدونم هشتگی براش راه اندازی نشد، هیچ اعتراضی نشد. علمای اهل سنت، کنشگران اهل سنت نسبت به این قضیه بارها بارها اعتراض کردند، اما خب کار به جایی نرسیده. مثل همین سری قبل خیلی راحت بخشیده شد. آیا نظام به چنین افراد تندرو مذهبی نیاز داره؟ با توجه به اینکه خب در چند روز آینده بازار محرم و سفرشون دیگه میخوان گرم بشه و نیاز دارن به چنین افرادی، آیا نظام ولایت فقیه نمیتونه یا نمیخواد چنین افرادی بازداشت بشن؟ چرا وقتی یک اهل سنت، یک عالم اهل سنت از عقیده خودش دفاع میکنه یا در مقابل توهین یکی از همین هتاک ها می ایسته، قد علم میکنه، باید اعدام بشه؟ مگر جوانان اهل سنت که اعدام شدن چیکار کرده بودن؟ گفتن چرا به ام المؤمنین توهین میکنید؟ گفتن چرا به خلفای راشدین توهین میکنید؟ فوراً اونا رو گرفتن، جمع کردن، پرونده سازی براشون کردن، یه سریشون رو اعدام کردن، یه سریشون هم 10 سال و 15 سال بهشون حکم دادن. اما کسی که توهین کنه به خلفای راشدین اون آزاده، کسی که توهین کنه به عقاید اهل سنت اون آزاده. این نظام جمهوری اسلامی ایران. و بعد از اون طرف هم دم از برادری و اخوت و نمیدونم شعارهای همیشگی که باهاش میخوان مردم رو فریب بدن، دم از اینا میزنن. اما فکر کنم الحمدلله مردم بسیار آگاه‌تر شدن، هم شیعه و هم سنی، و ماهیت این نظام براشون مشخص شده و میدونن با کی طرف هستن و با چی طرف هستن. و حتی جالبیش اینه، در بین خود کسایی که اهل ورزش هستن، همین شایان مصلح انسان منفوریه و بعد از توهینی که کرده بود از خیلی از به هر حال فوتبالیستا و فوتبال دوستا به قول معروف با پیام‌های جواب داده بودن به توهینش. حتما تماس بگیرید، منتظر تماس شما خواهیم بود. این اون یه نکته رو بگم، اهل سنت اصولاً تکرار کفر رو کفر نمیدونه. یعنی شما یه نفر کفر یک نفر بیاید، کفرگویی یک نفر رو بیاید و به نمایش بذارید، اهل سنت اون رو کفر نمیدونه. یعنی من که میام میگم شایان مصلح یا فلانی یا بستان مداح فلان حرف رو کفرآمیز رو زده، کفر نیست. و کفر درجه خیلی بالاتری از توهین به صحابه، توهین کردن به پروردگار عالمیان اصلا قابل مقایسه نیست با توهینی که یک نفر به یاران رسول الله علیه السلام میکنه، علیه رسول الله یا خود رسول الله پیامبر اسلام. این مداهی آقای توهین کننده به همسران پیامبر رو ببینید و بعد با خودتون فکر کنید اگر ایشون میومد میگفت من بیزارم از یاران آقای خامنه ای و امکان نداره دست از سرشون بردارم، این هر جا برم توهین میکنم، فوش میدم به یاران آقای خامنه ای و خود آقای خامنه ای، حالا شما فکر کنید چه بلایی سر این آقا در میومد اگر این کار رو میکرد.
ببینیم این رو با هم صحبت میکنیم در موردش. و بدانید که تا زنده ام و جان دارم به خدای علی و فاطمه ایمان دارم، شیعه رافضیم از سه نفر بیزارم، کور خواندید که دست از سرشان بردارم، شیعه رافضیم از سه نفر بیزارم، کور خواندید که دست از سرشان بردارم. شما فرض کنید که میگفت من شیعه رافضیم از بگیم رفسنجانی و بهشتی و لاریجانی ها بیزارم، کور خواندید که دست از سرشان بردارم، یعنی هر جا برم فوش میدم بهشون، یعنی منطقا با توجه به اینکه خود اهل سیاست هستی و میبینی چه اتفاق برای چه توهین هایی تو ایران میشه، چه بلای سرش در میمد؟ حالا دیگه اگر اعدامش نمیکردن حفص ابد که حتما دیگه شاخش بود. آره. شاید کارکستان داره میگه اعدامش میکنه، فکر شوخی میکنه کارکستان سر اینکه اعدامش میکردن، شوخی میکنه، یعنی داره غلو میکنه توی نه. این قضیه نه این واقعیته که حالا اعدام شده به خاطر این قضیه، به خاطر نگاه کنید ماهد، شاید برای بعضیا این عجیب و غریب باشه، شما بیایید به تاریخ تاریخچه نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، ببینید علمای بزرگ اهل سنت سر چی اعدام شدن، سر چی زندانی شدن. آیا علمای اهل سنت کسی مثل شیخ زیایی توهین کرده بود به خمینی، به خامنه ای، توهین کرده بود به نظام نمیدونم ولایت فقیه؟ آیا کاگ ناصر سبحانی توهین کرده بود به مراجع تقلید؟ کاگ احمد مفتی زاده، ماموستا ربیعی، شیخ علی دهواری؟ مطمئنن اهل سنت اهل توهین نیستن، اهل فحاشی نیستن و این فقه رافضیگریه، اما اونا اومده بودن دفاع کرده بودن از عقاید اهل سنت، از معتقدات اهل سنت، و نتیجهشون چی شد؟ یه سریشون ترور شد، یه سریشون اعدام شدن، یه سریشون زندانی شدن. اینا بزرگان اهل سنت و بارها و بارها این اتفاق تکرار شد تا همین چند سال اخیر. مگر جوانان اهل سنت برای چی اعدام شدن؟ اون یارو کی بود که اسمش فراموش کردم که یه کتابی نوشته بود توهین کرده بود به عقاید اهل سنت، چند سال قبل بود. خب این جوانان اهل سنت این کتابو پخش کردن تو منطقه ما، پخش کردن تو منطقه ما، این کتابو در بین مردم پخش کردن، پر بود از توهین. آره آیت الله بود. آره اسمش یادم نمیاد. هیچ کاریش هم نکردن، این یارو رو هیچ کاری نکردن، الان هم آزاده تو ایران. ولی خب چندین نفر از اهل سنت رو اعدام کردن. خب همین جوانها چیز کردن، اعتراض کردن، همین جوانهای اهل سنت اعتراض کردن، آقا چرا توهین میکنید به عقاید ما، چرا توهین میکنید؟ اونا حق دارن توهین کنن، ما حق نداریم دفاع کنیم، ما حق نداریم حتی سوال کنیم بگیم چرا توهین میکنید. وقتی هم اعتراض میکنیم فورا ما رو میگیرن، زندانی میکنن، پرونده سازی میکنن، وابسته به فلان، وابسته به فلان، و فورا تموم شد اعدام. پس این اعدام کردن به خاطر ابراز عقیده همچون چیز عجب و غریبی نه. یه دونه برچسب بهت میذارن، وهابی، سلفی، داعشی، فلان، همین برچسبی که چند وقت قبل تقریبا دو ماه قبل به دو نفر از اهل کردستان زدن به خاطر وابسته بودن به سلفیت. بله، به خاطر وابسته بودن به یک اعتقاد که اصلا سلفیت مسئله ارهابی و تروریستی و یا مسئله مسلحانه چیز توش وجود نداره، یک اعتقاد دیگه، اعتقاد به قرآن و سنت، به خاطر این اعتقاد اونها رو اعدام کرده بودن، ولی اصلش ما میدونیم که به خاطر دفاع کردن از عقاید اهل سنت بوده. حالا این بقیهش رو ببینیم. شما تصور کنید اگر ایشون به جای اینکه چیز اسم سه نفر از مثلا دوستان نزدیک آیت الله خامنه ای رو میگفت، ببینیم. از سه نفر بیزارم، کور خواندید که دست از سرشان بردار، علوی هم سر ناموس خدا حساسم، من مرید پسر حضرت حق عباسم. میتونه کسی بگه من مرید پسر حضرت حق هستم و مسلمان بمونه؟ میتونه کسی برای خداوند لم یلد و لم یولد پسر قائل بشه و مسلمان بمونه؟
شیعه و سنی بر این اعتقاد میتونن بگن یه نفر مسلمان؟ مطمئنن نه. میگه من مرید پسر حضرت حق عباسم، روی ناموس خدا حساسم. یعنی خداوند یه ناموسی داره. نظرت چیه که کسن؟ یعنی همچون کسی داخل یک حکومت غیر اسلامی، حکومتی اسمش جمهوری اسلامی نیست، یه مسلمان باشه بگه آقا جان خدا پسری داره، من مرید پسر خدا هستم. و رو ناموسش هم حساسه. آره رو ناموس خدا هم حساسه. دیگه برحال تا حالا دیدید یه بار مراجع تقلید یک بیانیه بدن نسبت به این عقاید، این عقاید رو محکوم کنن، بگن آقا این فکر ما نیست، ما اینو قبول نداریم، این درست نیست. دیدید شنیدید؟ مطمئنا نه، چون خیلی از مراجع تقلید این فکرشونه، یعنی واقعا این عقیده رو دارن، اینو قبول دارن. چطور امکان داره کسی مثل شاهین مصلح بیاد در چنین جمعی مداحی کنه، یک نفر بهش ایراد نگیره؟ یا کسایی که در اون جمع هستن مطمئنن پامنبریاش یه سریش هم آخونده، یا انسانهای بی سواد و معذرت میخوام احمقی هستن که هیچی نمیفهمن، یا یعنی که واقعا این عقیده رو قبول دارن، که فکر کنم حالت دومش که این عقیده رو قبول دارن بیشتر صدق میکنه. یه بار دیگه ببینیم بقیه این کلیپو، دوی سر میکنیم صحبت نکنیم سریعتر شهرش کم شه. شان بردار، علوی هم سر ناموس خدا حساس، من مرید پسر حضرت حق عباس، لب آبش خور کفتار نخواهد زد شیر، آب خوردم فقط از چشمه جوشان قدیم، از خدا خواستم اهل براعت باشم، نه که با عام دنبال رفاقت باشم، مانده حرف پدرم تا به ابد در گوشم، غیرتم را به دو مثقال طلا نفروشم، غیرتم را به دو مثقال طلا نفروشم، سایه اش تا به ابد از سر من کم نشود، گردنم پیش کسی غیر علی خم نشود. بله، گردنم هم پیش کسی غیر علی خم نشود، برای کسی غیر از علی رکوع و سجده نمی کنم. حالا در این مجموع شما ببینید این شخص همچنان حتی توسط نه حالا بگیم قوه قضاییه، بازیکن دیگه، اون زمان تو پرسپولیس بازی می‌کرد، تو سپاهان بازی می‌کنه. شما فکر کنید این شخص حتی توسط کمیته انضباطی هم فراخونده نمیشه به خاطر این حرفاش. بعد یک نفر به خاطری که همسرش مدل بی حجاب عکس می‌گیره و خودش طراح دیزاینه، از لیگ عقب می‌مونه به خاطر اینکه همسرش مدل، اجازه ورود به لیگ بهش داده نمیشه. اتفاق افتاد همین دو سال پیش توی کشور ما، اتفاق افتاد باطری که همسرش بی حجابه. یعنی شما فکر کنید بدونید این یک سری از المان ها وجود داره، یک سری از باورها وجود داره، که این سری از نکات، اینها نکات سیاسی برای جمهوری اسلامیه. شما فکر کنید برای این حکومت تفاوت زیادی داره که مردم، زنها با حجاب باشن توی خیابون یا بی حجاب باشن. نه، اگر بی حجاب باشن به یکی از قوانین ولایت فقیه پشت کردن، و این پشت کردن زیر پا گذاشتن قوانین ولایت فقیه سخت هست، نه اون اوامر خدا. وگرنه شما که از هر کسی بپرسید شیعه و سنی، یک نفر بگه من مرید پسر حضرت حق عباسم، حالا نمیخوام بگم بیزاری خودش رو از سه خلیفه نمیدونم دست بر نمیدارم، همچنان توهین میکنم به خلفای راشدین، اونها رو ول کنید، بابا یک نفر بیاد من پسر مرید پسر حضرت حق هستم، این شخص یک انذار نمیگیره. هر مسلمانی میدونه این کفره، این خود من مرید پسر حضرت حق عباسم، روی ناموس خدا حساسم، این کفر مطلقه، یعنی کفر صریحه، شرک صریحه. پروردگار متعال هر کس یه بار قرآن خونده باشه میفهمه که هر بار شرک یهود رو، شرک مسیحیت رو،
در مورد اینکه برای پروردگار متعال پسر قائل شدن میاره، بلافاصله بعدش خداوند متعال به خودش میفرماید سبحانه، پاک و منزهی از اینکه فرزند داشته باشه خداوند متعال. وقتی میگم خطرناکتر این کفرگویی ها بهش توجه نمیشه و مهم هم نیست. حالا یک نفر بیاد بگه من علی اللهی هستم، من علی رو میپرستم، علی پروردگار این گیتیه، کسی باش کاری داره؟ نه، چون که تو قوانین جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رو زیر پا نذاشتی. میخوای کافر شده باشی، کافر نشده باشی، میخوای توهین کنی به همه بزرگان و علمای اسلام، به تمام یاران رسول الله، میخوای بدترین و زشترین توهین ها رو به ناموس رسول الله علیه السلام و همسران پیامبر بکنی، امهات المؤمنین، تو به اصول ولایت فقیه که توهین نکردی که بخوایم جلوت رو بگیریم. مثل اون کسی که همسرش بی حجاب عکس گذاشته که تو رو کمیته انضباطی جلوی بازیت رو بگیره. این اون مورد توییتی هست یا ری توییتی هست که آقای شاهین مسلح انجام دادن. این اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟ و شاهین مسلح میاد با خنده میرسه که خلیفه دوم. این آدرس رو یادتون باشه، آدرس شاهین مسلح توی توییتر 300 و نمیدونم 19 است چنده حالا. آره، اگر فکر میکنم این درمد بودا فرمان شما این در نظر بگیرید. حالا برای اینکه این آقا بخواد از خودش بعد از اینکه کمیته انضباطی و فراکسیون اهل سنت مجلس مثل شکایت میکنه نسبت به این قضیه، یک نفر توی لیگ اول فوتبال کشوره و راحت به راحتی توی شبکه‌های مجازی، توی مراسم، چیزایی که بهش میگن عمرکشون، خصوصی غیر خصوصی، توهین داره میکنه به اهل سنت، یه فراکسیون بس پاشکسته مجلس شورای اسلامی داره که فقط در حد اعتراض کردن اعتراض میکنه، ایشون هم میاد یه دونه استوری میذاره توی اینستاگرام، میگه مثلا توییتر کاری ندارم، مثلا توییتر توییت نداشتم تا حالا، من توییت نداشتم، توییت نمیکردم، مثلا توییتر ندارم، من مثلا فعالیت توی توییتر ندارم. و حالا این که فعالیت توی توییتر دارن یا نه، اون رو هم بهتون به راحتی نشون میدم، عکس ها و مستنداتی که بلشون فعالیت اساسی داشتن، شبکه های خبری، بلکه شبکه های اصولگرا، به خصوص رسانه های اصولگرای اینترنتی پخش میکردن نظرات ایشون رو داخل توییتر. حالا یهو این اتفاق افتاده که اصلا توییتر نداشتن. واحد خیلی جالبه، یعنی چنین افرادی فقط ایشون با استوری گذاشتن، گفتن من توییتر ندارم، دیگه بخشیده شد خیلی راحت، یعنی اصلا نه پیگیری شد، نه نمیدونم دادگاهی شد، نه بررسی شد، نه بازداشت شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی مهمه، طرف اومده توهین کرده به خلیفه دوم مسلمونا، بعد بهش گفتن چرا توهین کردی؟ گفته من توییتر ندارم، تو استوری همینو گذاشته، بعد بخشیدنش، گفتم باش نداری. و از اون طرف قبلا اومده در توییتر بارها و بارها ریتوییت کرده، حتی جواب قالیباف رو داده با همین آدرس، با همین آیدی. خب این چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که فکر رافضیگری، دروغ دیگه چاشنی اصلیشه، تقیه چاشنی اصلیشه. شما اگه توهین و فحاشی و دروغ و تقیه رو از فکر رافضیگری بگیری، چیزی براش نمیمونه. اینا اصوله. ببینیم تصاویر رو. این تصاویر ببینیم. این فقط توییت های آقای مسلح هست که گذاشته. ایلنا اومده توییت کنایه‌آمیزی که آقای مسلح رو، این آقای شاهین مسلح رو در مورد لیگ گذاشته، ایلنا خبرگزاری رسمی اومده منتشر کرد. یا خبر ورزشی میاد واکنش شاهین مسلح به پاسخ توییتری قالیباف به ترامپ. چطور اون موقع فکر نمی‌کردن یه آیدی فیک بوده اینجا که اومدن این کار رو انجام داده، بعد خبر ورزشی و ایلنا اینو نمی‌دونستن که این آیدی فیک اصلا، آیدی شاهین مسلح. خود شاهین مسلح میگه من که توییتر ندارم، چطور به قالیباف جواب دادم؟ و فعالیت‌هایی که قبلا می‌کردن توی توییتر، این همه فعالیت‌های آقای مسلح هست با همون آیدی توی توییتر، که شبکه های خبری، حتی شبکه های رسمی هم اومدن این رو منتشرش کردن، همین خبرها رو. حالا شما فکر کنید آقای مسلح بعد از این میاد یه استوری میذاره میگه من اصلا توییتر ندارم، حالا که میخواین من رو ازم بازخواست کنید، من توییتر ندارم. اون هم میگه خب توییتر نداری پس هیچی. همین شخصی که قبلا از توییتاش برای
خبرها استفاده میکردن حتی در خبرگزاری های رسمی. بله، جالبش اینه بیانیه فدراسیون فوتبال ایران بعد از اینکه خب اعتراض شد به این قضیه چی نوشته؟ نوشته کمیته اخلاق با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابی استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به نام برده را محرز ندانسته و تموم شد، بخشیده شد. خیلی راحت. چرا باید در نظام جمهوری اسلامی ایران که اسمش اسلامی و جمهوری و بعد دم از برادری اهل سنت میزنه و نمیدونم مجمع تقریب مذاهب گذاشته و هر ساله مردم رو سرگرم میکنه، هفته وحدت، هفته وحدت، ما برادریم و از این حرفا، چرا هیچ موقع برای کسایی که به عقاید اهل سنت توهین کردن هیچ اتفاقی نیفتاده؟ اتفاق منظورم اینه که بازداشت نشدن، منظورم اینه که بازخواست نشدن، منظورم اینه که از کار بیکار نشدن، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا؟ مطمئنن نظام و حاکمیت این فکر رو قبول داره و مطمئنن این افراد زیر چتر نظام ولایت فقیه هستن و مطمئنن نظام ولایت فقیه همین فکر رافضیگری رو داره. مطمئن باشید و مطمئن باشید. و از اون طرف هم همونطوری که قبلا هم گفتم ایام محرم نزدیکه و اینا واقعا نیاز دارن به این قضیه. خب اولین تماسمونم بگیریم. بفرمایید دوست عزیزمون. بفرمایید، صدای شما رو داریم، لطف کنید از فقط گیرنده و صدا تلویزیون با ما باشید. بفرمایید. بفرمایید، صدای شما رو داریم. سلام قربان. سلام بر شما، بفرمایید. من یه افسر هستم قربان، بازنشسته هستم. بفرمایید. ولی من به سهم خودم، من چون در اسرائیل بودم اونجا هم کلیسا رو رفتم دیدم، هم مال قسمت مال مذهبی های مال یهودی رو رفتم دیدم. بله. هم مسجد الاقصا رو رفتم. بله. ولی همچین چیزی رو ندیدیم. من در ضمن الان که خدمتتون عرض میکنم من بازنشستم، در بازنشستگی من الان نزدیک 80 سالمه. بله. نصف چیزا رو من یادم میره، من نمیفهم که با ایشون به عنوان رهبر مملکت داره چجوری رهبری میکنه. درست میفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون که شما اینو مطرح کردین. خواهش میکنم. واقعا درست نیست. اون آقایی نه من چیه که 92 سالشه بیارو توی چیچه، من اینا رو یادم میره نمیتونم درست صحبت بکنم. 92 سال جنتیه، گرچه بادم 92 ساله داریم ولی خب شاید. درست میفرمایید. خیلی ممنون از تماستون. خیلی ممنون از تماستون. تشکر. سلامت باش. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بعد شما فکر کنید حالا یه توییت زدن میخوان سرتاشو هم بیارم، میگن آقای شایر ماز، من بذارید خود خبرارم براتون بذارم. این ناخن خبر ورزشیه. خب دقیقاً همونه، همون توییتی که توهین کرده بود، این خبر ورزشیه. عکس واکنش شایان مسلح به پاسخ توییتری قالیباف به ترامپ. خب این یه چیزی نوشته و یه جوابی به ترامپ داده، بعد همین شایان مسلح دقیقاً با همین آیدی میاد و جواب اون رو میده، تا اونجا خبر ورزشی میاد این رو منتشرش میکنه. یعنی به عنوان یه خبر اصلی، یه خبر آره منتشر میکنه، چون ورزشیه، بالاخره شایان مسلح اومده این کار رو انجام داده. یا حتی این 19 دی رو واکنه شایان مسلح پاسخ توییتری، اینم عکسش، همین آیدی، همین شخص، محرز نشده که ایشون چرا این آیدی مال خودش نیست، چرا تا حالا توییت میکرده، ریتوییت میکرده، رسانه های مختلف میومدن این توییت ها و ریتوییت ها رو همه منتشر میکردن، ولی الان یهو تصمیم میگیره که اینشون در توییتر فعالیت نداشته باشه. اینم قطره است که توییت کنایه میز این آقا به فلان، این همین توییترش. حالا کاکسن اصلا گیرم که مگه این توهین؟ آقا نوشته بود خلیفه دوم توهین کرده بود به یه عکسی که به عنوان حضرت عمر رضی الله عنه توهین کرده بود. حالا این توهین سنگین تر یا اون شعرخوانی های قبلش؟ مگه اون شعرخوانی قبلش اتفاقی براش افتاد؟ هیچ.
گفت از 3 نفر بیزارم، کور خاندید که دست از سرشان بردارم. بعد توییت، بعد اینستاگرامش چیز نیز گذاشت، توهین کرد، فحش داد به اصحاب رسول الله علیه السلام. یعنی یه طوری میگه حالا ماسمالیه دیگه، ماسمالی کردنه. شبکه 5 سیما این ویدیو رو ببینید، این ویدیو رو ببینید، ببینید با این شخص چی کار کردید. مگه بعد از توهینش حسن همه رو دو زانوی ادب بشینن، دست گدایی بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابوالفضل، دست چپ صورت اون ملائین من الازل الی الابد اولی و دومی و سومی و اون نانجیبه حرامزاده. هر دست چپ اون ملائین من الازل الی الابد اولی و دومی و سومی و العیاذ بالله و اون حرامزاده نانجیبه. داره به همسر رسول الله علیه السلام، شما فکر کنید این دار تو شبکه 5 میمد به همسر آقای خامنه‌ای همچون چیزی رو میگفت، میگفت همسر آقای خامنه‌ای اون حرامزاده نانجیبه. چه اتفاق براش میافتاد؟ اینو یه روز بازداشت، یه روز دعوتش کردن باش صحبت کردن، بعد فهمیدن که نمیفهمیده لایوه، گفت فکر مجلس خصوصیه فوش بده. گفتم خب ببخش حالا تو نمیدونستی لایوه که اشکال نداره، گفت فکر میفهمیدی لایوه. بعد شما فکر کنید شبکه 5 شما فهم کنید یه دونه DSLR کوچیک، یه دونه دوربین کوچیک گذاشته اون وسط دارن لایو میرن. نه آقا، یه دونه واحد سیار اونجا هست اندازه یه کامیون وسایل گذاشته، از اونجا لایو داره میره. تک تک اینها انتخاب شده هستن، تک تک کسانی که نشستن توی این جمع بالاخره از یه فیلتری رد شدن. میشه اون مداح نفهمه این لایوه؟ میخواید جمعش کنید دیگه، با خودتون میشین میگید آقا ما تو کشورمون، تو کشوری داریم زندگی میکنیم، بقیه دنیا 90% از مسلمانان دنیا مخالف این حقه، تو به همه اونا توهین کردیم، ما زورمون نمیرسه به اونها، ما فعلا اینو جور سرسرش رو هم میکنیم، بذار ما یه قدرتی بگیریم، بعدا تونستیم تک تک اینها رو بکشیم، بعدا بیاییم با هم راحت میتونیم به هم فوش بدیم، فعلا به اونا فوش بدیم. فعلا ما چون تو اقلیت، خیلی خیلی اقلیت پایین هستیم، کمتر از 10% 5% هستیم، مجبوریم سکوت کنیم دیگه، تقیه باید بکنیم. امام باقر گفته، امام کاظم گفته، امام فلان گفته، تقیه 9 دهم دینه. ما فعلا اینطوری سرتاش هم میاریم، بگو من نمیدونستم پخش زنده ام، به شاهین مسلم میگن بگو من توییتر ندارم، مثلا یه مدتم تو توییتر فعالیت نکن تا آب از آسیا بیفته، فراکسیون اهل سنت مجلس هم ساکت میشه. باز برمیگردیم به این سوال ماهد، چرا کسایی که به خامنه‌ای گفتن استعفا بده، فقط گفتن استعفا بده، اینا 10-12 سال حکم میگیرن، اما کسایی که به عقاید اهل سنت، به بزرگان اهل سنت، از اون بالاتر به خود الله توهین میکنن، مثل همین شاهان مسلح دیگه، از این توهین بالاتر که بگه خدا پسر داره، خدا ناموس داره، غیرتی نسبت به ناموس خدا، خب اینا انکار قرآنه. آقا قضیه دیگه اختلافی نیست دیگه، شیعه و سنی حداقل تو این متفق هستن که خدا پسر نداره، چرا باهاش هیچ برخوردی نشد؟ بعد اینو در نظر بگیر که اکثریت مردم ایران، اهل تشیع داخل ایران، متنفر هستن از این قضیه، متنفر هستن از توهین کردن به اصحاب پیامبر. تو هر مسلمانی شیعه و سنی ببینیم، تو میتونی به یاران پیامبر توهین کنی، میتونی به همسر پیامبر توهین کنی، هیچ کسی نیست. این فرق میکنه، نمیگه من شیعه هستم، شیعه رافضی ام، میگه 3 نفر بزنم. رافضی یعنی چی؟ یعنی من همون هستم که توهین میکنم، من همون گروه اندکی هستم که توهین میکنم. ما تمام این که بتونیم توی این برنامه به شما برسونیم که آقا اون حکومتی که داره توی ایران حکومت میکنه نه تنها اسلامی نیست، بلکه شیعه هم نیست، اون حکومت حکومت رافضیه، همون حکومتی که شایان مسلح مثلش هست، که اگه نبود که اینها رو دستگیر میکردن. از یه طرف هر کسی که هست و نیست و میگن آقا اینا مرتبط هستن با یه گروهی به اسم شیرازی و شیرازی ها، و بعد نگاه میکنیم آقا شیرازی هم که مرجع تقلید خودش تو قمه، اگه این مخالف و ولی فقیه هست، خب چرا جاش تو قمه؟ چرا جاش تو زندان نیست؟ مگه حکومت الان در دست شما نیست؟ مگه این مخالف شما نیست؟ مگه فتاواش، مگه عقیدهش، مگه همش یکیه دیگه؟ اون از این طرف میگه یه سری حرفایی رو شما تقیه میکنید. و تنها ماهد مخالفتی هم که اینا دارن بحث سیاسی، یعنی هیچ موقع نیومدن یک عقیده به قول معروف این جریان رو رد بکنن، یعنی به لحاظ عقیدتی نیومدن بگن آقا مثلا جریان شیرازی فرض کنیم این عقیده رو داره،
ما این عقیده رو قبول نداریم. فقط تنها بحثی که دارن اونا چون نظام ولایت فقیه رو قبول ندارن روی این اختلاف دارن. بلا مباحث عقیدتیشون یکیه، همشون یه جور فکر میکنن و تنها اختلافی دارن روی مباحث سیاسیه و این مشکلشونه. ولا به لحاظ عقیدتی یکی هستن و هیچ تفاوتی هم نمیکنه. ما کامنت ها رو اگر بخونیم. چشم، الان آماده شون میکنم که کامنت های بینندگان رو هم بخونیم و بعدش هم چند تا از تماس ها رو میگیریم تا قبل از اینکه برنامه وقتش تموم بشه. در مورد سوال برنامه کلن این بود که سوال برنامه این بود که توهین، تفاوت توهین به پیامبر و یاران و همسر، به یاران و همسران پیامبر اسلام با اعتراض به رهبری یا یاران ولی فقیه در حکومتی که خودش جمهوری اسلامی میخونه چیه؟ چه تفاوتی داره؟ کامنت ها رو میخونم سریع براتون. خداوند دشمنان امهات المؤمنین و صحابه پیامبر علیه السلام رو نابود کنه. بعضی از همکارهای شما هم تو زندان کاربرد عروس رو داشتن، به اهل بیت و مقدسات شیعه توهین کردن ولی آزاد شد، الان هم پیش شماست. این توهین دیگه، این همینه آقا، این دقیقاً همینه. موضوع برنامه رو زیرنویس می‌کنی اتاق فرمان. رافضیگری با طعم دروغ و فحاشی، دروغش همینه. بعد از همکاران شما هم تو زندان کاربرد عروس رو داشتن، به اهل بیت و مقدسات شیعه توهین می‌کردن. شما ببینید تو کل دنیا، من میگم حتی خوارج رو هم در نظر بگیرید، کسی الان به اعتقادات اهل تشیع یا به اهل بیت پیامبر علیه السلام توهین نمی‌کنه. اهل بیت پیامبر از همسران پیامبر، اهل خانه رسول الله شروع میشه و حضرت علی، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا، همه اینها رو شامل میشه. شما ببینید کدوم یک از اینها میتونه مورد توهین قرار بگیره توسط مسلمون ها. شما آزادی بیان رعایت کن، کامنت پاک نکن، بعد این به این مسائل بپرداز. من اولین بار دارم این چیز رو باز میکنم. برید تو پیج شایان مفسد و ریپورتش کنید که اتحاد همبستگی رو ببینید، ببینند. به گفتن چی، به گفتن چیزی ثابت نمیشه. برید تو پیجش و با روح زنده و مردش. آقا علی میگه که مثلا من اگر بگم خلیفه دوم حرامزاده است یعنی توهین کردم. نه خیر، چون واقعا هست و وگرنه تو منابع خودتون نمیگفتید. حالا اگر منم نگم چیزی که تو منابع خودتون، این دروغ دیگه، همین قضیه فحاشی دروغ به این صورت به ایشون گفته شده، ایشون هم به همین صورت بهشون گفته شده و همین دارن نمایش میدن. یعنی ما تنها کاری که داریم براتون میکنیم اینه که موضوع برنامه رو با کسانی که در واقع اون مورد هدف ما هستن، رافضیانی که مورد هدف هستن، خودشون به نشون میدن. بله، رافضیگری با طعم دروغ و فحاشی، تک تک این افراد دروغ میگن و فحاشی میکنن. دوستی هم گفته ما هم اگر بگیم مادر امام زمان خیالیتون، 4 ماه تمام در حالتی که لباس ابریشمی نازک به تن داشت در بین مردهای ارتش ایتالیا اسیر بود، امیدوارم تو این نکرده باشه. حکم فقط اعدام هست، چون که طبق فتوای علما هر کس به امهات المؤمنین و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله توهین کنه کافر. آقای خامنه ای منتظر عذاب قبر باش مگر اینکه توبه کنی. نعوذ بالله، خامنه ای بالاتر از یاران پیامبر و اعتراض به او کفر است. این همون آقایی که گفت حکومت این چیز من رو پاک نکنی، آزادی بیان. حالا نیستیم رافضیگری با طعم دروغ و توهین و توهم. این حکومت هم فقط اسمش اسلامی و ربطی به اسلام نداره، مثل آل سعود. حالا جالبه که آل سعود حکومت اسلامی نیست. مثلا نمیگویم جمهوری اسلامی آل سعود، مثلا حکومت نظام پادشاهیه. نظام پادشاهی آل سعود، مملکت عربستان سعودی، مملکت، یعنی نظام پادشاهی، ادام نداره. پادشاهی عربی سعودی. و بعدش هم این فوشایی که در مورد عایشه و فلان و فلان و فلان و فلان داره فوش میده. حالا بعدن کامنتاش رو میخونم، بقیه کامنت ها رو براتون. خب تماس رو میگیریم. دوست عزیزم بفرمایید، صدای شما پخش میشه. سلام علیکم، شبتون بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات، عاقبت شما بخیر. بفرمایید. خدا خدای عمر با عزت بهتون بده و عمر طولانی بتونید با این حرامزاده ها تعامل داشته باشید، باشون مدارا که هیچی باید باشون جنگید. متاسفانه اینها چجوری بگم، اینا ذات، یعنی مشکل ما همین چیزی که یه قرآن سوا میگن شیعه از گل سفیده و نمیدونم بقیه از گل سیاه، دقیقا
اینا عکس میگن ظاهرا ما ذاتمون اشکال داره، ما شیعه. البته من دیگه خودم شیعه نمیدونم، خوشحالیم به اینه که نمیتونم اعمال شما رو درست انجام بدم با ما یه سنی، ولی حداقل پی بردم 7-8 ساله که این راهی که این مادر به خطا گذاشتن جلومون راه حق نیست. بله، ما توهی نکنید لطفا، حق نیست، نه راه اسلام نیست، راه حق نیست، یعنی راهشون فقط راه دزدی و خطا و خلاف. بله، اینا هر کسی تو دستگاهشون باشه باید چابلوس و باچه خواهشون باشه، حتی اگر به حساب چی میگن قبولشون هم نداشته باشه. حالا من اگه اجازه بدید یک دو تا خاطرات کوچیک از مواقعی که برام پیش اومده، برام خودم پیش اومده بیان کنم. یکیشو فقط برای ما بگید. ازم بزرگ بفرمایید. بله ازم یکیشو بفرمایید. دو تاش دو دقیقه فکر کنم 3 دقیقه طول نمی‌کشه. اجازه بدید شاید قشنگ باشه براتون. شاید قشنگ باشه براتون. بفرمایید. ازم بزرگتون من توی سازمان کار میکنم، میگم بعد از وزارت اطلاعات فکرم بیشتری خبرچینار تو وزارت خونه وجود داره و من چندین سال پیش که توفیق پیدا کردم به حساب به این آشنا بشم با سنی ها، شروع کردم نمازم رو با دست بسته خوندن تو اداره. من اتاقم مستقل بود، تو اتاقم میرسام به نمازم هم باز دستم هم میگرفتم و میخوندم. از جمله یکی از همین خبرچینا یه روز وارد شد، یه دوستی دارم به نمازی میخونده، اصلا مسائل دینی رو رعایت، ولی واقعا دوست بود. ایشون تا دید ای وارد شد و میدونست برم نماز خوندنم چجوریه، دوید اومد به این بابای گفت که فلانی یه مدل شکم درد گرفته، حتی تو نمازم رعایت نمیده، دستشو میگیره به شکمش. به این صورت گفت دستشو میگیره به شکمش. بابا هم یه نگاه چپشبی کرد و بعدش اومد صحبت کرد و دیگه اصلا منتفی شد رفت. این میگه من خودم به شخص اعتقاد دارم اگه چیزی قبول دارم باید محکم بیستم، به ترسی از حقوق شهروندیم که بدونم داشته باشم و بیستم باش ندارم. من چند روز پیش رفتم دادگاه، یه خونم رو 4 سال پیش دوز زد، یعنی از همه شخص، هم دوربین بود و هم همسایه بود و هم حالا مشکلات روی چی کار نداریم. 11/9/98 آخرین دادگاه من بود، برام زدن 25/1/99 که کرونا بود، گفتن آقا کرونا هست و بود 6/5 به نوبت بدن. 6/5 رفتم اونجا، ساعت 8:30 صبح نوبتته، روب رفتم قبلش، رفتم اونجا نشستم، خودم معرفی کرد ما اومدم برای دادگاه، گفتم نشستیم تا ساعت 10:30 خانمه در مورد میگه اینایی که دادگاه داشتن قاضی نمیاد، قاضی نمیاد به همین راحتی. برگشتم افراد برکنه رفتن، بایستم بهش کنم قاضی نمیاد یعنی چی؟ خب قاضی نمیاد. گفت زنگ زده گفتم مشکل دارم، گفتم خب این مرگ عزیزان میگم در من، گفتم خبر مرگش خب نمیخواست بیاد، ساعت 8:00 صبح شما زنگ میزد، الان اگه حالا حالش خراب شد باید میوم از سر کار خبرش خراب میشون میرم، اگه 8 صبح که شروع به کار یه هفته اون موقع زنگ میزد به شما. خیلی ممنون، خیلی ممنون از تماستون. خلاصه میخوام بگم، بله فقط من تمومش میکنم، بفهم. خلاصه بهش گفتم، گفتم من میخوام شکایت کنم، رفتم پیش کی؟ گفتم رئیس چی میگن دادگستری. رفتم اونجا و آقا هم تجربه نداشت، موافقش ما تجربه نداشت، بهش گفتم آقا به هم یارو لبنانه به من میگه آقا یعنی شما مریض نمیشی، شما تو سازمان اداره کار نکرد که مریض یه روز نداری. گفت آقا من مریض میشم فرداش میام سر کار، این آقا نوبت بعد از 7 ماه به من داده، 7 ماه الان مریض شده، خبر مرگش این کلام. گفتم خبر مرگ؟ گفت چرا؟ گفتم خب برای مرگ دست خدا، یعنی شما موقع از ته دنیا برید بالا خب ملخن مرگتون باید برسه دیگه. خیلی ممنون. من الان صبح بالا معطلم، والا دوستای دیگه پشت خط هستن، اگر اجازه بفرمایید صدای اونا رو هم داشته باشیم. ممنون از تماستون، فردا شب باز در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. تماس بعدی از طریق واتساپ بفرمایید. خواهش میکنم، وصل هستید به استودیو. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. این آقا شایان مصطفی دفعه اولش نبود که گفت آیشه آیشه لعنت بر عمر خطابان از بر ابو بکر، لعنت بر عثمان. این موضوع برام اینه، رافضیگری با جمع دروغ و فحاشی، همین آقایی بود، این نمونش بود.
خودشون میان میگن ما همین هستیم، ما همین افرادی هستیم که طعممون فحاشیه، ما هستیم که دینمون دین فحشه، شیعه و سنی بدونه. اگر حکومت جزئی از اینها نبود، اگر حکومت همین ها نبودن، مطمئن باشید امثال اینها نمیتونستن به جایی برسن داخل کشور. اهل سنت با حکومت مخالف، حکومت هم با اهل سنت مخالف، ادعاش میشه هفته وحدت هم میذاره، ولی در نهایت ما میبینیم که بیشترین کشتار از اول انقلاب تا الان اهل سنت داشت. هیچ اهل سنت هیچ سخنرانی نمیتونید پیدا بکنید از قدیم تا جدید، اصلا نمیتونید تو اعتقادات مسلمان های دنیا پیدا بکنید که یک نفر اهل توهین کردن باشه غیر از اینها. یعنی اینها معدود جانورانی هستند که در این کره خاکی پروردگار متعال خلق کرده و فحش رو، توهین رو ثواب میدونن. یعنی شما اگر برید در میون باقی جانداران نگاه کنید، باقی جانوران نگاه کنید، هیچ جانوری نیست دو پا، چهار پا، خزنده، پرنده صحبت بکنه نکنه که توهین کردن رو کار خوب بدونه غیر از اینها. آقا شما برید تحقیق کنید تمام مکاتب فکری و عقیدتی و نمیدونم از قدیم و جدید رو بیایید بررسی کنید، ببینید در نهایت به این نتیجه میرسید تنها فکر و تنها عقیده‌ای که توهین رو عبادت میدونه چیه؟ فکر رافضیگریه. افتخارم میکنم به این قضیه. یعنی نه در قدیم، نه در جدید و نه در آینده شما هیچ مکتب فکری رو، دین نمیگم ها، مکاتب فکری بشری رو میگم، مطمئنن در ادیان چنین چیزی نیست. ادیان اومدن برای اینکه بر حال اخلاقیات مردم رو درست کنن، برای اینکه زندگی مردم رو درست کنن، رفتار مردم رو درست کنن. پس من قضیه دین جداست. در همون مکاتب فکری که انسان درست کرده در اون هم پیدا نمی کنید به اندازه رافضی ها، اصلا نیست. شما برید از چین بگردید، هند بگردید، یونان قدیم رو ببینید، نیست آقا، نیست. فقط رافضیگریه که فحاشی رو عبادت بدونه و خیلی راحت هم بیان در برنامه‌های زنده توهین کنن. باز برمیگردیم به این قضیه، چرا در نظام ولایت فقیه یکی میاد خامنه‌ای میگه آقا خامنه‌ای استعفا بده، 10-12 سال بهش حکم میدن، یکی مثل همین مرتیکه ای که قبلش زنگ زد فحاشی میکنه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. بیاران پیامبر. این سوال خیلی مهمیه، خیلی اساسیه، روش فکر کنید. توهین به قاسم سلیمانی، به رفسنجانی، به بهشتی، نمیدونم به فلان، به فلان، به اینا توهین کنید، عاقبتتون اگه اعدام نباشه حتما و مطمئنا زندان هست. اما بیاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر توهین کنید هیچ اتفاقی نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. در شبکه‌های رسمی توهین شده، در مجله‌های رسمی توهین شده، در روزنامه‌ها توهین شده، از منبرها توهین شده، مجری‌ها توهین کردن، هیچ اتفاقی نیفتاده. این تماس هم بگیریم، بفرمایید. تماسشون قطع شده، من کامنت ها رو میخونم تا تماس بعدی وصل بشه. بله، کامنت ها رو تا اینجا براتون خوندیم، حتما لطفا جواب بدید. آقای موحد، ما روی هاتبرد شبکه نور رو نداریم، از طریق یاهست میتونید شبکه نور رو دنبال بکنید و از طریق ماهواره ببینید یا از طریق آنلاین این کار رو انجام بدید. دوست دیگری نوشتن که مگر چیزی به غیر از توهین هم بلد هستن؟ و از طرف دیگه باز کامنت ها رو خوندیم، ما شیعیان همیشه توی دستشوی توهین میکنیم، فحاشی میکنیم و اسم خودش رو نوشتن. خب ما همین داریم میگیم، یعنی نمیخواد خودتون هی معرفی کنیم، ما همین داریم میگیم آقا جان، ما موضوع برنامه مون همینه، ولی شیعیان نیستید شما، شما رافضی ها هستید، شیعیان بری هستن از شما. تماس بعدی رو میگیریم. اینا خودشون روسیه عالم هستن، خودشون به دست خودشون هم خودشون رو تیکه پاره میکنن. بفرمایید. بله دوست عزیزمون، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما پخش میشه. ممنون، متشکر. الحمدلله، بفرمایید. سلامت باشی، عاقبت بخیر. بفرمایید. من از اینکه متوجه شدم، می‌خواستم بگم این دوستی که از چیه فحاشی
مملکت اول اتخایی کنم. بله. ما شیعه، من خودم شیعه هستم. بله. ولی به نظر من ما نباید اصلا ما شیعه هیچ کدوم توهین و فحاشی و اینا هیچ کدوم قبول نداریم. بله. خدا را شکر میکنم خدامون یکیه، پیغمبرمون یکیه، کتابمون یکیه. ما هیچ خدا را شکر تضاد و مشکلی با هم نداریم، اختلافی با هم نداریم. ما در این آخر از زمان در این وقتی الان فقط قرآنی که داریم همین راه نماست برای هم شیعه و سنی. درست. من واقعا شرمنده خواهش میکنم. اینو من خدمت شما عرض کنم، اکثریت تشیع و اکثریت مردم ایران مثل شما فکر میکنن، مخالف هستن با فحاشی، مخالف هستن با توهین کردن، مخالف هستن با این کارها. ما این رو میدونیم که اکثریت مردم و اکثریت شیعه این فکر رو ندارن. این واقعیته. اینا یه عده‌ای هستن که متاسفانه در رأس حکومت هم هستن و دارن دیگه نونشون تو همینه متاسفانه. نه به هیچ نه 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 اصلا ابتدای برنامه هم گفتیم این قضیه رو. ما برادرین و ما همه چیمون یکیه. حالا اگه اختلاف دیم بودم دارون اصلا این کسی که فحاشی میکنه این یک انسان نادان، یه انسان غافلیه. درست میفرمه. هم عواقب دنیایی داره و اخروی برش داره. دقیقا. درست. یک نفر مسلمان، یک نفر ما اصلا خداوند در قرآن میگه کسانی که به شما بد کردن به بهترین نفع دفع کنید. یعنی که بیان یکی که جسارت گوش بدیم نازدا بگیم این اصلا مسلمانی ما، انسانیت ما، شیعه ما زیر سوال میبره. اصلا هیچ کسی اصلا پیغمبرم شیعه اینجوری دوست ندارم. به نظر من یعنی شیعه اینجوری پیغمبرم دوست ندارم. دقیقا. خیلی دنیا دوست دارم، هیچ مشکلی هم ندارم و واقعا یعنی اگر دعایی هم هست هم بر شیعه میکنم هم بر سنی. من به نظرم هم ما برادریم، اصلا اختلاف نباشه. من میگم یا باید که بعضی ها بیان یه وجهه شیعه رو خراب کنن یا بعضی ها به نام دیگه وجهه سنی رو خراب کنن. درست میفهمم. ما خدا رو میکنیم، ما همه اون خدای واحد میپرستیم. نه مثل بعد نظاهی برسیم که مثلا یا پسر خدا داشته باشیم یا شیعه داشته باشیم، کتابی داریم یکی آیاش بالا پایین نیست، چه برای شیعه چه برای سنی. ما برادر هستیم، به باید حرمت برادر سنی چه شیعه چه سنی نگه داریم. من واقعا شرمندش نبیدم. نه خواهش میکنم، اختیار داریم. ممنون و متشکر از تماستون. بر حال ما هم ابتدای برنامه همین رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم و مطمئن هستیم که این عقیده یک بر حال عده خیلی کم و قلیل هست در ایران و مطمئنا اکثریت مردم ایران و شیعه ها چنین عقیده ای رو ندارن. هیچ شیعه ای اگر فهمیده باشه معتقد نیست که خدا نمیدونم پسر داره و بعد این غیرت داره رو ناموس خدا. این عقیده تشیع یعنی چه میدونم مسیحی هم شاید این فکر رو داشته باشه، این عقیده رو داشته باشن. نه اهل سنت نه شیعه چنین عقیده ای رو نداره و اینا مطمئنن اکثریت نیستن و ولی مطمئنن اینها در رأس قدرت هستن و مطمئنن اینها اکثریت حوزه رو شکل میدن. اینو شک نکنید داخلش. اگر اکثریت حوزه معتقد به توهین کردن به مقدسات اسلامی، نه اهل سنت، شیعه و سنی، یاران پیامبر نبود، اکثریت مراجع تقلید معتقد به این نبودن، بلافاصله اینها دستگیر می‌شدن. امکان نداره در یک جامعه یک نفر انتقاد کنه از رهبر جمهوری اسلامی، زندان بگیره ده‌ها سال و توهین بشه به جمهوری، به توهین بشه به یاران پیامبر و همسران پیامبر، اون طرف آزادانه بگرده و همچنان هم بتونه مجلس داشته باشه، یعنی که بازیکن فوتبال باشه یا هر کار دیگه‌ای رو که می‌خواد بکنه آزادانه انجام بده. مطمئن باشید که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع در ایران، مردم اهل تشیع مخالف هستن به حوزه و حاکمیت جمهوری اسلامی و پیرو قرآن و سنت هستن. شیعه و سنی در کشورمون ایران، وقتمون کاملا تموم شده. تماس رو بگیریم آخر. تماس آخرین تماس رو می‌گیریم و بعد خدافظی. آخرین تماس در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بفرم لطفا صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید و فقط از طریق تلفن با ما باشید. بفرمایید دوست عزیزمون. بفرمایید. بفرمایید.
خب نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما عزیزان باشیم. وقت برنامه کامل به اتمام رسیده. شب و روز خوش. خدایا رو نگه دارت. خدا نگهت. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. مسلمون یکی خون انسان‌ها رو حلال کنه. رابطه نامشروع سببش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلامو کلا درست این برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100,000 سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن. به خاطر همین شبکه‌های خراب ما